اما قسمت دوم روابط بین ریشه ها، میگیم اگه یه ریشه بخواد قرینه اون یکی باشه، خب جمعشون حتما صفره، یه مثبت یه منفی، جمعشون صفره. پس منای بی روی آ صفره، پس بی صفره. یعنی اگه بخواد یه ریشه قرینه اون یکی باشه، اولا باید دلتا مثبت باشه، دوم هم بی چند باشه؟ صفر. میتونی حفظ کنی، ولی من به نظرم حفظ کو بفهم. خب وقتی یه ریشه قرینه اون یکی، جمعشون میشه صفر دیگه، تمام شد رفت. حالا اگه یه ریشه برعکس اون یکی باشه، اگه یه ریشه برعکس اون یکی باشه، یعنی ضربشون میشه یک دیگه، مثلا 2 ضرب در 2، 3 ضرب در 3، 4 ضرب در 1، 4، هر چی ضرب در برعکسش میشه 1. پس سیام یکه، یعنی سیاها با هم برابرن. خب دلتا هم مثبته چون دوتا ریشه ده. ولی باز به نظر من اینو حفظ نکن، یاد بگیر وقتی برعکس همه، خب ضربشون یک. گفته یه ریشه کا باید از اون یکی بیشتر باشه، کا میشه رادیکال دلتا رو قدر مطلقا. خب اینم که قبلا دیدیم، میگم تفاضل ریشه هاست، بازم چیز جدیدی نیست. یه ریشه کا برابر دیگری باشد، این رابطه رو میتونی حفظ بکنی، بعدم نیست، ولی ما یه طور دیگه حل میکنیم. من فقط اینا رو گفتم که ببینید یه همچین رابطه هایی هم هست، اما به نظر من ما با اینا کاری توی حل کردن سوالات نداریم. اولین سوال رو ببینید، گفته به ازای کدام مقدار ام معادله ام به اضافه 1 در x به اضافه ام در ام 2 منهای 9 در x منهای 2 مساوی با 0 دو ریشه قرینه حقیقی دارد؟ خب قرار به اینه که دو تا ریشه قرینی داشته باشه. وقتی ریشه قرینه است چه اتفاقی میفته؟ اولا که دلتا باید مثبت باشه، دوما اس باید صفر باشه. آقا ریشه ها قرینه، خب جمعشون صفر دیگه. اگر بخواد اس صفر باشه، پس منفی بی رو آ باید صفر باشه. یک کس بخواد صفر شه، باید صورتاش صفر باشن. چه مقادیری به دست بیاره؟ صفر و سه و منفی سه. اما آیا همه اینا قابل قبولند؟ باید بررسی بکنیم. اگه من ام رو صفر بذارم تو اون معادله بالا، میشه x2 منهای 2 مساوی با 0، x میشه مثبت منفی رادیکال 2، پس این قابل قبوله. اگه ام رو 3 بذارم، میشه 4x2 منهای 2 مساوی با 0، x2 میشه 1/2، x میشه مثبت منفی رادیکال 2/2، اینم قبوله. اما اگه ام و منفی 3 بذارم، میشه منفی 2x2 منهای 2 مساوی با 0. از اینجا x2 میشه منفی 1 که قابل قبول نیست. پس ام یا 0 میتونه باشه یا 3 میتونه باشه. پس همیشه حواستون باشه، مجهول به دست بیارید، چک کنید که این دلتای شما باید مثبت باشه، باید ریشتون بتونه به دست بیاد. بعدی گفته به ازای کدام مقدار ام ریشه های معادله mx2 منهای 9x بذارید 2 منهای 3 مساوی با 0 معکوس همند. خب وقتی میگه ریشه ها برعکس همند، اولا که دلتا مثبته چون ریشه داریم، دوم من پی یکه، گفتیم ضرب هر چیزی تو برعکسش میشه یک. پی چی بود؟ سیاهو. پس سیاهو باید یک باشه. پس دو ام منهای 3 رو ام باید یک باشه. پس دو ام منهای 3 میشه ام، از اینجا ام میشه 3. حواستون باشه اگر ام 3 باشه، باید دلتاتون حتما چی باشه؟ مثبت باشه، که اینجا اگر ام رو 3 قرار بدین، دلتای شما مثبت هست. بدون حل معادله منفی x و 5 x منهای 1 مساوی با 0، مجموع جذر ریشه ها کدام است؟ ببینی اولا ریشه های معادله اگر آلفا و بتا بگیریم، جمعشون رو میتونیم در بیاریم 5 منفی بیام، ضربشون رو میتونیم در بیاریم سیام 1. چی خواسته؟ رادیکال آلفا بذار رادیکال بتا. تو میگه آقا شما رابطه‌ای که ما یاد دادی، جمعشون بود، ضربشون بود، جمع توان دو، جمع توان سه، تفاضلشون، جمع جذر به من یاد ندادی. میگم خب بیا به دستش بیاریم. چطوری؟ به توان دو میرسونیم. وقتی به توان دو برسونیم، این که میشه آ دو، این بر اتحاده. اولی به توان دو میشه آلفا، دومی به توان دو میشه بتا، سومی میشه دو برابر اولی در دومی، یعنی میشه دو تا رادیکال آلفا بتا. الان ببینی آلفا به اضافه بتا رو ما میتونیم بهش بگیم اس، آلفا در بتا رو بهش میگیم پی. پس آدو میشه اس به اضافه دو رادیکال پی. حالا یه جذر ازش بگیر، آ به دست اومد، رادیکال اس به اضافه دو رادیکال پی. دیگه اینو حفظ باش، یعنی بلد باش که جمع جذر ریشه ها میشه رادیکال اس به اضافه دو رادیکال پی. تفاضلشون چی؟ اگه این وسط منها باشه، این وسط هم منها میشه. حالا اس و پی رو داریم، جایگذاری میکنیم، این پنج اس، این پی یک، جواب میشه رادیکال 7.
سوال بعدی ببینید که تو کنکور اومده. اگر آلفا و بتا ریشه معادله 4x تو منهای 12x به اضافه 1+0 باشن، مقدار 1 رو رادیکال آلفا به اضافه 1 رو رادیکال بتا کدام است؟ چی گفتم بهت تو فیلم قبلی؟ تو فیلم قبلی بهت گفتم به محض اینکه شما معادله در جلو میبینی S و P شو ببین میتونی به دست بیاری یا نه. به دست اومد، S شد 3، P شد 1 4. از طرفی خواسته سوال اینه، باز تو فیلم قبلی بهت گفتم بابا کسر میبینی مخرج مشترک بگیر. من میام مخرج مشترک میگیرم، میشه رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا تقسیم بر رادیکال آلفا بتا. اینو که میشناسی پی جمع جذران تو سوال قبلی بهت یاد دادم، پس میشه رادیکال اس به اضافه دو رادیکال پی که تو سوال قبلی بهت یاد دادم. پایینم که میشه رادیکال پی، اسو داری پیو داری جایگذاری کن، میشه 3 به اضافه 2 تا رادیکال 1 4. نگاه کن رادیکال 1 4 1 دوم 2 تا 2 دوم 1 1 با 3 4 رادیکال 4 2، پایینم 1 دوم، پس میشه 2 روی 2 جواب میشه 4. پس مهمه جمع جذرا را بلد باش. بعدیو ببین، گفته در معادله x2 منهای x به اضافه 1+0 حاصل x1 رادیکال x2 به اضافه x2 در رادیکال x1 کدام است؟ خب باز S 3 P 1 این خواسته ای سوال. تو میگه نگاه میکنی میگه آقای شبیه هیچ کدوم نیست، یکم فکر میکنی میگه آقا هم تو این هم تو این ما X1 و X2 رو داریم، پس میتونیم فاکتور بگیریم. از چی فاکتور بگیریم؟ از رادیکال X1 X2. ببینید بچه ها، شما تو این اولی اگه رادیکال X2 رو بردنید که خب هیچی، از X1 اگه رادیکال X1 بردنید یه رادیکالش میمونه، این یکی هم رادیکال x1 شو برداشین از x2 رادیکالش رو برداشین یه رادیکال x2 میمونه. این که هست p یعنی رادیکال p، اینم هم باز همونی که بهت یاد دادم میشه رادیکال s به اضافه 2 رادیکال p. جایگذاری بکنیم میشه رادیکال p در رادیکال s به اضافه 2 رادیکال p. p رو داریم s هم داریم، جایگذاری میکنیم میشه رادیکال 1 در رادیکال 3 به اضافه 2 رادیکال 1. خب این که 2 1 2 تا با 3 5، اینم که 1 جواب میشه رادیکال 5. پس میبینی یه دونه جمع جذر رو یاد گرفتی، چقدر سوال خوشگل داری حل میکنی. این سوالم سوال مهمیه، این فاکتورگیری رو بهش توجه بکن.